دانشجویان دانشگاه آمریکایی در افغانستان که پس از سقوط حکومت پیشین به عراق منتقل شده بودند، سرانجام از دانشگاه سلیمانیه آمریکایی در عراق فارغ شدند. این دانشجویان از دانشکده های حقوق و علوم سیاسی، کامپیوتر ساینس و دانشکده اداره و تجارت فارغ شدند. 32 تن از دانشجویان افغان امروز سندهای فراغتشان را به دست می آورند. ده ماه قبل این دانشجویان همه چیزشان را از دست دادند. ما در ظرف چند روز با همکاری یک گروه قوی توانستیم زمینه تحصیل را برایشان فراهم بسازیم. من درد شما را حس می کنم و به مردم افغانستان صلح و ثبات همیشگی را آرزو می کنم. هر کدام شما تجارب و داستانهایی برای گفتن دارید، اما تعهد شما برای تحصیل شما را واداشت تا به اینجا بیایید. از سوی هم شماره از دانشجویان فارغ شده از این دانشگاه از آنچه آینده ناروشنشان می دانند نگرانند. زمانی که طالبان قدرت را تسخیر کردند، من شخصا فکر می کردم که تحصیل و آینده من خاتمه یافت. اما آمدن ما به دانشگاه سلیمانیه آمریکایی در عراق برای من امید بخشید که تحصیل کنم و آینده خیش را تضمین نمایم. ما تشکر می کنیم از آنانی که برای ما این فرصت را مهیا کردند. زمانی که افغانستان را ترک می کردیم، احساس خوبی را نداشتیم و نمی دانیم چه زمانی دوباره به کشور خود برگردیم. در همین حال رئیس جمهور عراق که در این مراسم شرکت کرده است، افزون بر تبریکی به دانشجویان افغان بر صلح و ثبات همیشگی در افغانستان نیز تاکید می‌ورزد. اولادهای من از افغانستان که با ما یک جو شدید، فراغتتان مبارک بود. ما بالای شما افتخار میکنیم و امیدواریم که افغانستان با ثبات، امن و آزاد را خواهیم دید. این در حال است که پس از به قدرت رسیدن دوباره امارت اسلامی، بیش از نیمی از دانشجویان دانشگاه آمریکایی افغانستان به عراق، قرغیزستان و شمار آنان به ایالات متحده آمریکا نیز منتقل شده‌اند.